بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و منان و با عرض سلام و احترام خدمت محصلین عزیز و گرامی، عبدالواحد کوهستانی هستم، استاد مضمون نباتات صنعتی و در این قسمت توجه شما را معطوف می دارم به جلسه دهم پیرامون روش های کنترل مکانیکی و کیمیاوی گیاهان هرز و سایر موارد که به ارتباط مسائل اگروتکنیکی نبات پخته هست. در جلسه گذشته ما شما هم بحثی به ارتباط استفاده از ماشین های برداشت نبات پنبه یا پخته داشتیم که به ادامه سلسله درسی پروگرام هفته گذشته ما شما پنبه باید به روش های قطاری کش شده باشد و در غیر آن ماشین برداشت پنبه به سختی قادر به حرکت در مزرعه خواهد بود. به خاطر که ما شما بتانیم از مکانیزه یا ماشین آلات به صورت درست استفاده کنیم، همیشه در مسائل کارهای تحقیقاتی و همچنان کارهای علمی زراعتی ما شما تمام کراپ ها یا نباتات را که میخواییم به صورت منظم یا استاندارد به صلاح کشت کنیم باید به صورت قطری باشه. اگر به صورت برودکاست یا به صورت پاشکی باشه، بنان مسئله هاروستنگ یا جمعوری توسط خود ماشین ها به مشکل صورت میگره که نهایتا مشکل ساز خواهد بود و ما نمیتونیم به صورت منظم و درست هاروستنگ یا جمعوری خود کراپ یا محصولات خود انجام بدیم. قرار داشتن شاخها به اطراف ساقه اصلی حدود 10 سانتی متر بالاتر از سطح خاک یک خاصیت خوب به شما رفته و در حرکت و جمعوری مقدار زیاد پنبه و غوزه کمک میکند. مسئله سوم، کوشش شود برگ‌های بوته‌های پنبه در زمان برداشت حاصل به حداقل رسانده شود، چون در جلسات گذشته ما شما خوندیم که توسط بعض از ادویه‌جات کیمیایی پیش از هاروستینگ یا برداشت کوشش می شود تا خود برگ‌های خود نبات پخته به اصطلاح توسط ادویه پیشی صورت بگیره تا که برگ‌ها از بین بره و ما شما بتانیم مسئله خود هاروستینگ خیلی به درستی و راحتی انجام بدیم. این عمل نه تنها سبب سهولت کار ماشین جمع‌آوری می شود، بلکه به علت کاهش سطح سبز و جلوگیری از عمل ترکیب زیایی پنبه زودتر می رسد که این هم مسئله است که ما شما را کمک میکنه. مسئله چهارم، حذف برگ‌های سبز پروسه جمع‌آوری را به نسبت نبودن شبنم سبوگایی سریع‌تر می سازد. مسلماً پنبه بعد از جمع‌آوری به ماشین‌ها جدا کننده پخته و تخم انتقال داده می شود. سپس در فرصت مناسب پخته در صنایع نخ‌تابی و تخم یا پنبه دانه در صنایع روغن‌سازی و سایر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد که این مرحله است که ما شما بعد از هاروست، مسئله پست هاروست استیایی که به اصطلاح خود مرحله پروسس یا جدا سازی خود دانه از فایبر هست و یا همچنان خود جدا سازی لنتر یا فیوز از دانه هست و همچنان جدا سازی روغن از خود پندانه هست که این مسئله پروسس یا مسئله پست هاروست خود نبات پخته هست که ما شما استیپ ها یا مراحل بعدی هست که ما شما انجام میدهیم. ماشین پاک کننده بعد از پاک کردن مواد اضافی و ناپاکی از پنبه و جدا کردن دانه الیاف آن را جدا می سازد که البته توسط ماشین ها این کار صورت می گیرد که خود مسئله پروسس روغن و همچنان جدا کردن الیاف و فایبر اینا توسط ماشین ها امکان پذیر هست و در صورت که پخته رطوبت داشته باشد قبل از لنترگیری خوش شده و بعدا پروسه لنترگیری آغاز صورت بگیرد. بخاطر از اینکه ما شما در صورت که تا که یک رطوبت نسبی یا منظم وجود نداشته باشه ما شما نمیتونیم خود لنتر از خود سید یا دانه جدا بسازیم. دستگاهی که تخم را از الیاف جدا میکند به نام ماشین پمپ پاک کن یاد میگردد که البته این ماشین ها هم در اکثریت فابریکات یا مثلا جایی که در قسمت مسائل پروسس پخته کار میشه موجود هست که دو نوع ماشین پاکری پمپ موجود است که یکی به نام چشم مانند هست و دوم
به شکل چاقو مانند هست، که البته اگر فرصت باقی بود انشالله این ماشینا را ما شما به صورت عملی از نزدیک مشاهده خواهیم نمود، چون تقریبا شبیه این ماشین ما شما در فارم تحقیقات زراعتی اردخان همچنین در بعض فابریکات شخصی پروسس خود نبات پخته ما شما داریم. قسمت اساسی ماشین را یک دستگاه مدور شکل مدور تشکیل داده که توسط یک قسمت پرتاب کننده به سرعت مستقیما در یک سوراخ که بین دندانه های موازی یا میله آهنی قرار داشته دور میزند. بعد از آن که الیاف توسط دندانه های ماشین گرفته شد، آن را به طرف بیرون پرتاب و از دندانه جدا میسازد. زمانی که پنبه دارای دانه بسیار بزرگ باشد، آنها را در لوله های جذب کننده انتقال داده و توسط جریان هوا یا بخار به وسیله برس های مخصوص الیاف آن را از چشمه ها جدا می سازد. انشالله ایر باز امران با شما میریم و این ماشین از نزدیک مشاهده می کنیم و انشالله می بینیم. پنبه نوی امریکایی به نام پایما توسط ماشین های چرخنده پاک می شود که مجهز با چاقوها بوده تا دانه را از الیاف جدا سازد. دستگاه دارای دو سلندر پوشیده از چرم سخت در جهت مخالف که با هم میچرخند می باشد. پمپ در بین دو سلندر وارد می شود، بعد از الیاف به سطح ناهموار چرم چسبیده و از پمپدان جدا می گردد. برای جدا کردن الیاف کوتاه پندانه را وارد دستگاه نموده که شبیه دستگاه چشم مانند هست و در تصویر هم با شما دیدیم. مراحل بعدی جدا کردن معمولا در دو مرحله صورت میگیرد. مرحله اول الیاف طویل را جدا نموده که در تولید محصولات غیر بافندگی مانند لحاف، پتو، پنبه، هایدروفیل طبی و غیره مورد استفاده صورت میگیرد، که البته مربوط به خود الیاف دارای مثلا هایلنت هست یا خود یکی مثلا طول طویل داره. و در مرحله دوم الیاف کوتاه را جدا ساخته که به منظور صنایع تولید سلولوز، الیاف مصنوعی، مواد منفجره، کاغذ، دستمال کاغذی و غیره کاربرد دارند. جدا کردن الیاف از پنبه دانه ها معمولا در کارخانه تولید روغن انجام می شود که ما شما به شکل محلی هم در هرات هم داریم، که انشالله اگر باز هم وقت بود انشالله میریم با از فابریکات از نزدیک دیدن میکنیم. ماشین های فشار الیاف را عدل بندی نموده یا پکیج بندی یا بسته بندی نموده که وزن یک بسته الیاف نرم حدود 230 کیلوگرم بوده که توسط پلاستیک قوی پیچانده شده و توسط روکش های فولاد مانند بسته می شود. طول یک الیاف استاندارد 137 تا 140 سانتی متر، عرض آن 51 تا 53 سانتی متر و ضخامت آن 84 سانتی متر یا کمتر از آن می باشد، که البته یک نرم یک شکل استاندارد خواهد بود که در فابریکا استفاده میشه. به ارتباط مرحله بسته‌بندی یا پروسس پخته در سطح دنیا این مسئله رعایت میشه. هر پکیج پخته دارای 218 کیلوگرم الیاف و 9 کیلوگرم وزن خلیته و بسته‌بندی می باشد. تخم پنبه که از مزرعه حاصل می شود 43% وزن آن خود دانه تشکیل داده، 29% آن گیاهان اضافی، 27% آن را الیاف و باقی مانده را خود بقایای فایبر در بر می گیرد. طور متوسط از هر هکتار زمین تحت کشت پنبه در جهان حدود 400 کیلوگرم الیاف خالص به دست میاد، که الان یک مسئله تخمینی است به صورت اوسط سنجیده شده و ما شما از این مقدار حتی در شرایط هرات هم بالاتر و در شرایط اکثریت ولایت افغانستان بالاتر داریم. خب هر صورت یک شکل اوسط هست یا میانگین گرفته شده. پندانه قبل از سیلو کردن و حمل آن مناطق دوردست باید با هوای گرم خشک شود، تا اینکه ما از خود مثلا زایات خود رطوبت اینا کاسته بشه. چنانچه مقدار رطوبت در پمدانه اگر بیش از 10% باشد، باید آن را در 21 درجه سانتیگراد حرارت در سیلوها نگهداری نمود، به خاطر جلوگیری یا مثلا خراب شدن کیفیت خود نبات پخته این مسئله رعایت میشه.
مسئله بعدی مسئله خود استفاده یا استعمال خود نبات پخته هست که ما شما ببینیم که در چه موارد از نبات پخته استفاده میشه و نبات پخته از لحاظ موارد استفاده به کدام بخش ها تقسیم میشه. پخته که به عنوان محصول پنبه مورد برداشت قرار میگیرد شامل الیاف، محلوچ. کلمه محلوج یک مثلا کلمه هست که ما شما زمانی که پختر میبریم توسط ماشین خود فایبر از دانه جدا میسازیم، مرحله جدا کردن خود فایبر از دانه به نام محلوج یا مرحله که مثلا به انگلیسی ما شما پروسس میگیم یا تغییر شکل است، اصطلاحا به نام محلوج هم مسمی هست. و پنبه‌دانه میباشد که پنبه‌دانه با توجه به کمبود مواد غذایی در جهان اخیرا اهمیت روزافزونی کسب نموده است. کیفیت الیاف تحت تاثیر عوامل محیطی و فعالیت های زراعتی قرار داشته و صفات شامل ناخالص بودن، فیزیکی، رنگ، ظرافت، طول، یک نواخت بودن، قطر، استحکام و کشش 100% در تعیین کیفیت خود نبات پخته نقش اساسی و یا رول بسیار مهمه بازی میکنه که در خود مسائل تشخیص کرکترها یا پروگرام DUS خود نبات پخته هم در صورتی که اگر کار شده باشه در اکثریت ولایت ها ما شما ببینیم که یکی از خصوصیات بسیار مهم و اساسی نبات پخته خود مثلا لنت آف فایبر هست، یعنی خود بلند بودن خود طول فایبر هست. و مرحله دوم مسئله استحکام بودن هست، دیگه یک نواخت بودن و یا یکی هم شکل بودن هست و این جمله خصوصیات مهم تجارتی یک نبات پخته هست. موارد ناخالص فیزیکی شامل بقای حشرات، برگ، ساقه، غوره تخمدان ها از سخت شده و دانه های نارسمی باشد. الیاف پنبه به رنگ سفید تا کرمی کم رنگ بده که رنگ مذکور تحت تاثیر عواملات و روش های جمع‌آوری، باراندگی، سرمازدگی، خسارات، حشرات و قارچ ها، وجود بقایای نباتی رنگ کننده و شرایط نگهداری پخته و الیاف، این ها فاکتور ها هست که گاهی باعث خود پین آوردن بازار فروش از بابت تغییر رنگ و مسائل کمی و کیفی یک نبات میشه. مسئله بعدی مسئله پنبه‌دانه به طور اوسط دارای 4 تا 8% مویک ها یا مثلا نمو لنتر یا فیوزه که ما شما خوانده بودیم 18 تا 24% روغن هست و 20 تا 25% پروتین میباشد که این هم در خود مسئله کیفیت نبات پخته نقش بسزایی داره. حدود 20% از روغن تولید شده از پنبه‌دانه در مسائل آشپزی به صورت جامد و مایع برای ساختن شیرینی باب مورد استفاده قرار میگیره که هم از لحاظ این طرز یا موارد استفاده نبات پخته هست. طویل بودن یا نفیس بودن و نازک بودن الیاف از جمله خواص خوبی آن به شما رفته که ما شما در مسائل اهمیت خود یا موارد استفاده خود نبات پخته در جلسات گذشته با شما روی مسائل اشاره کردیم، زیرا طول الیاف روی استحکام یک نواختی قطر و ظرافت نخ تولیدی تاثیر میگذارد. موارد استفاده پخته شما در گراف مشاهده کنید ببینید که چی موارد استفاده از نبات پخته صورت میگیره. خود در خود ساختن کالاها از نبات پخته استفاده میشه، همچنین در ساختن خود خریطه ها از نبات پخته استفاده میشه، در ساختن سایبان ها یا همچنین در اشیای لوازم خانه از نبات پخته استفاده میشه، در خود بافتن یا ریسمان ها اینا استفاده میشه، در مثلا مسئله طبابت اینا استفاده میشه، در تهیه مواد کیمیایی صنعتی استفاده میشه، در مواد سوخت زمانی که ما شما خود ساقی یا برگ بعد از جدا ساختن خود بلها یا قوزها یا اینا زمانی که ما شما ساقی خود پختر هاروست میکنیم بهترین یک منبع مواد سوخت هست که ما شما از استفاده میکنیم. همچنان در مسائل کاغذ سازی اینا استفاده میشه، در مواد ساختمانی و سایر مواد
مواردی هست که نواتج پخته همچنین در ساختن کمربند، همچنین در تولید 90% روغن برای تغذیه حیوانات از نواتج پخته میشه شما استفاده کنیم. 5% پنبه دانه ما شما میشه که استفاده کنیم جهت تولید روغن و همچنین سایر موارد استفاده کنیم. دیگه در لافت و دوشک و ساختن مثلا قالین و جارو و کمربند، اینا مواردی هست که از خود نبات پخته استفاده صورت میگیره. مثلا بعدی اسیدهای شمی روغن پنبه‌دانه هست یا کاتون سید آیل فتی اسید هست. میزان اسید شمی مشبوه حدود 23 تا 28% است. اسید شمی اومیگا 9 داره که به نام اولیک اسید از 18 تا 25% هست. اسید شمی اومیگا 3 هست که به نام لینولنیک اسید حدود 1% هست و همچنان اسید شمی اومیگا 6 لینولیک اسید از 50 تا 55% این موارد هست که شامل نبات پخته است. مسئله بعدی مسئله خود امراض و آفات نبات پخته است یا انسکت یا پس هست. یکی به نام بولویل هست که به نام کرم غذاخوار خود نبات پخته هست. دیگه خود حشره به نام ترپس هست که شما به این آشنایی داریم که خصوصاً این حشره در خود نباتات خاندان فامیل گندمیان مخصوصا نبات گندم و پیمان ایرسی قابل دید هست. خود مسئله امراض هست که سید اند سیدلینگ دیسیز خود امراض که مثلا در خود تخم یا تخمزی هستن شامل روت هست که از جمله امراض قارچی هستن به نام فوزاریوم ولت است یا پژمردگی فوزاریومی هست. دیگه مثلا ورتسیلیوم ولت هست. پژمردگی بعدی هست به نام برونز ولت هست. همچنان مسئله نیماتود ها هست. اینا از جمله امراض مهم مزارع نبات پخته است و معلومات پخته در شرایط افغانستان تئوری هست که سطح زیر کشت در سالهای 1350 تا 1356 اگر شما در این جدول مشاهده کنیم سطح سایه تحت بذر به هکتار و هزار هکتار نشان داده شده. همچنین تولید پنبه‌دانه در هزار تن مشاهده شده. اوسط حاصل کیلوگرم فی هکتار به اصطلاح قبلا کار شده بوده که در جدول موجود هست. خب در پنبه چی مواد وجود داره؟ ما شما برام ترکیبات پنبه اگر دقت کنیم دانه پنبه که در داخل قوزه قرار دارد و پس از جدا شدن از این ریاف 25 تا 33% وزن پنبه را تشکیل میدهد و دانه از مواد زیل تشکیل یافته است. که هم یکی از مسائلی هست که ما شما باید آگاهی داشته باشیم که شامل کدام مواد هست. خود لنتر یا فیوز یا الیاف هست که 1 تا 6% داره. همچنین روغن خامه که به دست می از 1 تا 15% هست. مواد توفاله یا آردی که به دست می تقریبا 45% هست. سایر موارد 6% و همچنان خود پوست 1 تا 27% موارد استفاده هست. مهمترین موارد استفاده پنبه در صنعت عبارتند از صنایع پارچه هست، مثل مبلمان هست، دیگر لنتر یا فیوز هست، خود پوست هست، روغن خام هست و مواد تفاله و سایر موارد که قابل استفاده هست در اینجا تذکر یافته است. و لنتر مواد که از 1 تن پنبه دانه به دست میاد ببینیم شما چقدر هست. یعنی 70 کیلوگرم خود فیوز یا لنتر هست، 145 کیلوگرم روغن هست، خود روغن صابون تقریبا 20 کیلوگرم هست در خود پندان یا نبات پخته، کنجاره 420 و همچنان پوست دانه 270 و رطوبت موجود 75% هست. و مناطق مهم تولید کننده پخته در جهان اگر شما در جدول ببینیم خود کشورهای آسیایی شامل اسرائیل، افغانستان، ایران، کشور برما، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه هستند. در کشورهای اروپایی البانیا، استرالیا، ایتالیا، بلغارستان هست، همچنان رومانیا و در افریقا انگولا و ایتوبی، الجزایر و اوگاندا. اینا کشورهای تولید کننده خود پخته هست. و مرور به کشت نباتات پخته در افغانستان این ما شما در سالات های گذشتم به صورت چکیده مورد مطالعه قرار دادیم که اکثریت پخته هایی که در افغانستان از
فامیل خود اکالا و همچنان اف 108 و سایر مواد هست، مربوط به فامیل گاسیپیم هرسوتم هست که یک از جمله فامیل های عمده نبات پخته در سطح دنیا هست. پخته در افغانستان به نام طلای سفید مشهور هست و در اقتصاد کشور نقش عمده دارد. از پخته لنت، تیل و صابون به دست میاد و از ساقیان به این مواد سوخت و غیره استفاده میگیرد. اکثرا ولایات کشور و مورد کشت صورت میگیره. در جدول میشه شما زیادتر مراجعه کنید، موجود هست. پنبه نوع جنس گاسپیام بربادنس در ولایت کاپیسا تا از طرف زارین کشت میکردن و حاصلی به مارکت ها عرضه میکردن. به هر صورت ما و شما وضعیت پخته در افغانستان اگر مورد مطالبه قرار بدیم، پخته نقش مهمی را در اقتصاد کشور بازی می نماید و از آن سبب آن را به نام طلای سفید نامیدند. یک از جمله نباتات است که مخصوصا نظر به داشتن شرایط مساعد نمویی در اکثر از ولسوالی ها یا ولایت افغانستان داره رشد و نمویی فوق العاده داره و این ارقامی هم که شما در جدول میبینید ارقام مثلا سایه کشت و برداشت این نبات هست، میشه که شما فرصت دوست عزیز یه مطالعه کنیم. دکه جدول که شما میبینیم که مقدار پنبه و تخمین صادرات هم در 6 ولایت افغانستان در البته در سال 2003 بوده که جدول جور شده. انشالله که در سالهای آینده هم با شما بتن مقدار بیشتر تولید کنیم. دیگه پالیسی ملی تولید پخته هست که دولت افغانستان هم پالیسی در ارتباط این تولید نبات ساخته که توسط وزارت زراعت با مشوره دفتر اقتصادی ریاست جمهور، وزارت تجارت و صنایع، وزارت مالیه ترتیب و از طرف شورای اقتصادی تحت ریاست رئیس جمهور به تاریخ 6 نوامبر 2016 برگزار شده و وزارت زراعت درخواست 1.18 میلیون دلار را از دوران بذر الى پروسس آن تقاضا نموده بود که البته از طرف وزارت زراعت مشوره داده شد که در حال موجود بالای پخته مثلا به شکل گذشته کار بشه. دیگه خود تکانه کرد و کاردیف هم در پروسس انکشاف و بسته بندی اقتصادی در ولایت بلخ و هلمند و این ولایت ها از طریق یون آیو همچنین در ولایت سمنگان و بلخ اینا پلان های عملیتی ساخته میشه. در اهداف ملی پالیسی تولید سهمگیری پروژه دوچند ساختن ساعات تحت بذر نبات پخته خواهد بود، از زیاد عمودی حاصل پخته خواهد بود، سیستم سورت بندی مانند ممالک منطقه خواهد بود، درجه بندی لنت برای مارکت یعنی لنت سورت اول برای صادرات و سورت تقریبا 2-3 تا 4 برای مارکت ها خواهد بود. خب چه مشکلات در قسمت کشت نبات پخته در افغانستان وجود داره؟ ناامنی هست که یکی از جمله مشکلات هست، کمبود آب هست، عدم تخمه اصلاح شده هست، کمبود پرسنل هست، کمبود خود کیمیاوی یا بالا اصلاح بالا بدن خود قیمت کودهای کیمیایی در بازار افغانستان هست. دیگه قیمت بدن خود نخر پخته هست، موجودیت امراض و آفات که متاسفانه تا فلان به صورت جدی به ارتباط کنترل مشکلات کار نشده، کمبود و فرسوده شدن تکنولوژی قدیمی هست و همچنان کمبود بودجه و کمبود خدمات و عدم تسهیلات مناسب جهت رشد نموی نبات پخته هست. خب راهکارهایی که ما شما بتانیم خود حاصلات نبات پخته رو افزایش بدیم در شرایط افغانستان چی هست؟ طی کمک های تکنیکی تخم اصلاح شده که از طریق دولت بعد صورت بگیره برای داخل ماشینالات و ابزار کشت و مثلا هاروست نبات پخته بعد در نظر گرفته بشه، بهبود امکانات منابع آبی یعنی تنظیم سیستم کانال های آبی یا مدیریت آبیاری هست، استفاده از تکنولوژی جدید آبیاری برای زر پخته نبات پخته مانند آبیاری جویه در میان و آبیاری قطره ای مسائل هست، تشخیص ضروریات پروسسینگ یا تغییر شکل خود نبات پخته هست، سروی خود جنی پلس شخصی و دریافت مارکت ها برای آنها است تا اینکه شما مارکت فروش خوب برای داغین و کسایی که علاقمند به ارتباط کشتی نبات هستن اینا رو تشویق بکنیم تا که از دهقان خریداری بکنن. دیگه
نه مثلا ایجاد تولید ارتباطات بین داغین هست که از خیلی وقت ما شما متاسفانه اتحادیه خاصی به خاطر گردهمایی یا تبادل نظر نظریات دهقانان در بین همدیگر ندارن. ته خدمات مارکتی و معلومات برای پنبه‌کاران هست که متاسفانه هنوز هم به صورت درست به این ارتباط کار نشده. دیگه ته کمک ها و فرضی ها برای پختکاران هست که تشویق متاسفانه از طریق دولت وی از طریق کسی دیگه تا هنوز صورت نگرفته. دیگه معرفی مثلا خود وریتی های هست که در مقابل آفات و امراض مقاومت داره و همچنین تشخیص ضروریات گودام ها جهت نگهداری درست در خود مارکت ها اینا هست که اینا بود از جمله موارد که سد راه یا مثلا مشکلات در شرایط فعلی به افغانستان ما شما متاسفانه داریم. با امید روزی که این چالش ها و مشکلات و سایر ناامنی ها و مشکلات از افغانستان برچیده بشه و ما شما شاهد تولیدات وسیع از انواع مختلف نباتات صنعتی باشیم. در این قسمت جلسه دهم پروگرام نباتات صنعتی ما شما به پایان رسید. تشکر از توجه شما.